چونکه الان کاملا افراد متفاوتی اومدن من دوباره شروع کنم چکار. الان چیزی که آن دنبال تخت پاکن داشتم میگشتم الان نه ها بیرین جان هست آها اگه من از آخرم میکشم اصلا میشم آن اوچ خواهی میکنم نه اوکی دیگه همه شروع نشده بعد اینکه شروع شد دیگه اون موقع را شروع میکنه خمیدوه یعنی خب فارسی میانه چیه؟ کلن زبانشناس ها فارسی رو به سه دوره تقسیم میکنن فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی نو فارسی نو حالا خودش یک سری زیر شاخه داره فارسی دری و داستان و چیزی که ما الان میخواییم بهش بپردازیم فارسی میانه است حالا چرا اصلا مهمه؟ به این علت که فارسی میانه بسیار ساخت یافته است قبل از اینه که عرب ها چیز کنن بیان داخل ایران و زبان آلوده بشه به کلی واژه عربی و اینا خیلی زایاست خیلی زیباست الان این خیلی متن‌های کمی هم مونده از فارسی میانه چون که وقتی عرب ها اومدن دیگه همه کتاب ها رو از بین بردن خیلی کتاب های کمی مثلا زیر خاک و این منبر رو این هم مونده از موقع که الان هست یکیش همین کارنامه ارتشی رو واکانه یکیش مثلا کتاب های بینکرد هست یعنی عمل دین یه سری کتاب های دین هست یه سری از این کتاب ها هم مثلا بعد از این که عرب ها اومدن نوشتن مثلا سینه به سینه تفت شده رو بزن کنم خب اهمیتی که داره اینه که چون خیلی شبیه به فارسیه الان میشه با تغییرات بسیار اندکی واژه هایی که اونجا هست رو آورد استفاده کرد نمونه هاش چیه؟ الان رایانه مثلا ما میگیم این فارسی میانه است یه فعلی هست در فارسی میانه رایانیدن به معنای مرتب کردن و حالا این معنی چیزی بعد این رو ازش مشتق ساختن رایانه حالا چون ما استفاده نمی کنیم رایانیدن نمی دونیم یعنی چی ولی خب برحال بیشه یا مثلا ناوردا احتمالا شنیدیم؟ شنیدیم؟ ناوردا؟ کتابی که ریاض بخوندم شده ناوردا یعنی چیزی که تغییر نمی کن بعد این واریانت در واقع بعد این چیه؟ یک فعلی هست تو فارسی میانه وشتن برد بعد این رو اومده از روش مشتق ساختن شده ناوردا وشتن یعنی چیه؟ وشتن مدارشه مثل گشتن گرد اینجوری مثلا دل ها رو که میخوام نویسن چون که دو تیکه از یه تیکه مدارسه تیکه ماضیه این رو معمولا جدی نمیسن که مردم که چرا لاتین نمیسن و به خاطر اینکه خطی که ما الان داریم خیلی داغونه هم فارسی که الان حرف نزنمون نمیشه باش نمیشه که بعد اگه بشتن نمیفتید آره نه مثال میزنم که اون وشتنی که اونجا بوده البته اون وشتن شده گشتن گشتن یه معنای دیگه‌اش تغییر کردن دیگه ولی خب خود وشتن رو برداشتن آوردن گشتن چون به معنای دور زدن و همون چرخیدن و تفرج هم هست خود وشتن رو برداشتن آوردن به معنای وریشن و اینا استفاده میکنن بعد ناوردا میشه مثلا اینوریانسه بعد مثلا خود خود واریانس که ما میگیم این رو مثلا فرنگستان ترجمه کرده بردایی اون اینوریانس بود ناوردایی این تو بعد بعد مثلا یعنی این همچون چیزی رو یه فعل تعریف ما داریم که کلی مشابه میشه از تا استفاده کرد اگه خود این فعل رو هم استفاده کنیم اینا همین که فارسی جون میگیره یه ذره و
همین که خوب اینا رو معنی دار میشن، یعنی وقتی یکی شنید نابرداد دیگه نمیگه این باز بگه. الان بگن که فلان متغیر مثلا دیدید میگن که X varies between مثلا فلان دو پنج. خب این رو میشه گفت که X بین دو و پنج میبرده، بعد دیگه حالا کسی که در ریاضی میکنه دیگه همه اینا براش معنی دار میشه. نابرده رو که یعنی کسی که نمیبرده. خب فارسی میانه اینجوری بوده واقعا، یعنی فعل ساده خیلی استفاده میکردن، خیلی مشتقات معنی داشته، حتی ترکیب ها رو مثلا مدد میکردن که چی؟ مثلا برنا که ما میگیم برنا این بوده اپرنای یه همچون چیز. خب این عرب پیشوند نفیه در فارسی میانه مثل نایی که ما قدره پر هم پریه که ما میگیم. این تیکه آخرن حالا تو فارسی الان کارور نداره و به معنی سندوخاله اپرنایی، یعنی کسی که سندوخالش پر نشده و خب الان اش افتاده مثلا بعد شده پرنا و خب پرنا هیچ کس نمیدنیش. یا مثلا آبستن اون سری جلسه قبلا گفتم بوده، حالا من آبستن بوده آپستر. خب آقا پیشبند بوده برای اینکه حالا معنی مختلفی بیاد کنه، معنی خاصی نداشت. این یعنی پسر، تن هم که این تن یعنی کسی که در تنش مثلا یک پسر گرفت کنم پایاز بودن دختر نظرشون مهم. آره یعنی خب برها مثلا همه چیزی که میگفتن تقریبا میفهمیدن که این معنیش چیه، معنی داشته را الان اینطور نیست بیدیم. خب یه دارش رو بخونیم که حالا ببینیم داستان چیه، بعدا دوباره برمیگردیم سرچرس رو دیگیم و خود خط رو من معرفی میکنم که چجوریه. خطش خیلی داغونه اینه. حالا در خب جمله اول میگه که پت کارنامک ارتخشیر پاپکان ایتون نوشته پت. پت چی بود؟ پت یعنی به پت چرا خونه به هم آقا فارسی به فارسی هم این فارسی میانه آره پت بوده شده به یعنی کن یه خط شده نمیدونم اون اول خط دوم شده. آره اون خط بالایی رو میگم چیه، اون این خطی که دارن خط داغونیه، خط پهلوی. خط پهلوی اسم خط اسم زبان هست فارسی میانه، ولی خب چون با خط پهلوی تا یه سری روش میاد زبان پهلوی. ولی خب اون بالایی که نوشتن سر اینی که وقتی میخوان واژه ها رو بنویسن یه سری نقاط ها به کار میبرن. خب مثلا این بعد یه قاعده گذاشتن که این رو یه جوری میان حرف نویسی میکنن اصطلاحا، میگن که مثلا هر موقع همچین چیز دیدی این زیرش بنویس مثلا فلان پی. خب حالا یعنی در دو مرحله این رو تبدیل میکنن به اون چیزی که میشه خون. یه سری ها باید خود دارید و پایینی ها قابل فهم برای ماشه. الان چیزی تو ایران حرف میزنن زبون دری و پهلوی رو؟ دری نه این دری نیست میانه نه، ولی خب مثلا توی افغانستان خیلی زبانشون هنوز نزدیکه بین حتی لحظه شون مثلا اون استک آخرش خیلی شده خب حد به هست. الان یکی از چیزهایی که یکی از تبدیلات واجی از فارسی میانه تا الان اینه که به و په برای تبدیل بشن.
آها آها پس میکردم و نه پی آ هم سیرا شدم پی بذار من اینجا دارم یک پیس دیگه دارم برعکسش چیزه داری؟ برعکسش رو الان مثلا نمونه شد یک موقعی من بیکار بودم نشستم اینا رو ما یه چیزه توی اصفهان یه قسمتی داریم فیو پرو برعکس آره فیو پرو برعکس میگن کامل مثلا میگن که فلکه پاسکار رو میگن فلکه پاسکار جدی؟ آره خیلی سخت چرا خب انقدر حالا مقاومت نداره آها مثلا یه حالتی که پ به تبدیل به پ شده پوزشه میگفتن بوزش البته بوزش یا ولی خب کمه برعکسش بیشتر به آتد به آتد لوز بکنه اپاختر باخت چی؟ اپاختر یعنی چی؟ باختر شب په خیلی تبدیل لوز بشده اپاها عربون پسید؟ آره احتمالا دستی داشته خب پاپکان بشن شده باور دارایان منظور داریش اولی بهش میگفتن دارا دیگه بیانه یه دارنده دارن بعد چون که تاریخی که از ایران مونده متون یونانیه اینا یه سری یونانیزه شدن دیگه اسم ها یونانی ها مثلا چی دارن دیگه من اینجوری حرف تحریف دارم این اصلی که تنیت واجهاشو میسنن و یعنی که طرف مذکر هستن دارا بودش داریوس نوشتن بعد پت کارنامکی پت یه چیز دیگه پت الان اون ته یه جاهایی مثلا مونده هم این بدین راه مثلا میرفت اون همون چه هست که مونده دیگه پتین بوده شده بدیم پت کارنامه کلن اون موقع هیچی ای تش نداشته دیگه همه اک بوده هر چیزی که ما میگیم الان ای در تش اون موقع اک بوده کارنامه اک واقعا چیز این بوده کوچک نه کارنامه مثلا الان چه نقشی داره ای تای واژه ها نه یه آره ولی خب مثلا عکای الان هم باید جوری که عکای الان یه حالت چیزه آره عکای الان اون موقع بذار ببینم که چه شکلی بوده عکایی که به من نکتی شکلی مثلا چرا دیدی مرد عکی آره تحقیق بودم سوال بذارم این رو اونجا بنویسم که بعد هم بهش مراجعه کنیم به اون کتاب ها باید مراجعه کنیم الان زود نمیشه مرده ارتخشیر یه داره کلن دو مخت اون وسط بین کارنامه که چیز چیه؟ آین کره؟ کارنامه که این اون بکر هست آره نه اون چیزه اون همون عدات اضافت خانه من اون اشه کسره اضافه‌ای که ما داریم کارنامه واژه جداست دیگه بعد واقعا هم جدا می‌نوشتن یه چیز که می‌نوشتن یه اسپیس می‌دادن اگه این اصلا بذاشتن دوره بعدی می‌نوشتن خوب آره خیلی اینش خوب بوده یعنی هر مدی داشته این فاصله نه فاصله اون واژه واقعا شد بعد ارتخشیر یه توضیح هم راجعه تخش بدم خش خیلی داشتیم ما توی فارسی با هم ببینیم بس اوکی فرض کن خاموش باشه اینجوری اینجا آقا میتونی روشن کنی من استاد مسلم چیز رو معرفی کنم بیا هر جور بخوای من میرم آخه زود آها همین کتابه کدوم اون که ما خوندیم همین آها بلدی اومد رشتم بود از اینجا علاقه نه فقط مدرم باز چیه؟
مثلا روانشناسی خونده دیگه کار شناسی یا روانشناسی؟ زبان زبان شناسی ها فکر زبان شناسی برمان برمان خب اما خیلی داشتیم ما مثلا خیلی ها تبدیل به شه شده یه سری ها از فارسی باستان به فارسی میانه تبدیل به شه شده یه سری ها تا فارسی نو توی مثلا ارتخشیر خب الان از فارسی میانه به فارسی نو تبدیل به شه شده ولی یه سری ها بودتن مثلا توی فارسی باستان شاه رو تون گفتم آره شایاد سخت ها بسی چنده گید شایاد چرا سخت حرف می‌زدن؟ اصلاً قبلا این قاعده رو نداشتم. ما الان کیس داشتیم که اون خشایار میشه چیز. نه، اون خشایار شاه که مثلا میگن خشایار نیست دیگه. اسمش شایاره. اسمش بوده یا شاه میگفتن بهش؟ نه. اون اسمش خشایار شاه بوده. شاه هم بوده همچنان. یعنی توی مثلا متون اون کتاب هم کاش میگفت. شایست یا خشایار پادشاه شاهان. شاه شاهان. یه بار این جوال شایست یا خشایست نال یا نام تون میگم بهتر میگم تار شاه شاه آره این خشش تبدیل به شه شده خب یهش پریده کنم تبدیل به شه شده شاه اون تبدیل به شه شده رو بیاد داریم دیگه مثلا ما میگیم میترا خب میترا شما میگیم میترا خب اصلا این داری از اون دوری حرف میترا میشه میترا آره این اوهای باستان من بلد نیستم میترا یه؟ میترا اون این علامت توی عربی داریم ته آره این دونه توی فارسی باستان اون تیهشی که تو انگلیسی داریم یه جاسه داری ده میده یه جاسه داری ده میده جفتش رو تو فارسی باستان داشت آن یکیش رو تو فارسی باستان داشتیم یکیش رو تو فارسی دری تقریبا بین فارسی میان رو داریم آذر مثلا ما می نویسیم این بوده آذر هم فکر کنم بوده یه موقعی آذر چی؟ آذر کاری آذر ده فکر می کنم بعدش چیز می اومده مصبتی می اومده اون شکلی می شده تو زبان عربیه ما می تونستم احتمال بیش از دو تا صامت داشته باشیم آره، پوستر هم چیز بشونه؟ بهش میگن خوشه خوشه آره وقتی چند تا سوامه پوستر هم میتونه همین خوشه و زخشای آره، خوشه اول چیز بدونیم سوامه آره، خوشه اول هجا داشتیم دیگه الان آخر هجا داریم ولی اول هجا نداریم نداریم، آره الان مثلا ما اینجوری بی سی بی سی سی با؟ مثلا دوست میتونیم بگیم بعد از مصبت میتونیم دو سه تا سه تا که نه دو تا میتونیم ولی قبلش نمیتونیم اون موقع قبلش هم میتونیم عربای نه سیریزی خیلی خوب فهرست هم فهرست مغناطیس مگنتیسم من رو بهتر اون ایمینش کلی معنی داره اینجا مغناطیسم من از ایسانده خوب آه این میترا این ایش چون که کوتاه بوده تبدیل به ا شده مهر آره دست میگی عبده چون که دست هست داره آه هست نمیشه خب چی مهر شده؟ میترا میترا که ما گید میترا نیستا نیست دیگه میتره آره. نه اصلا علاوه باستانی هم خب اندکی این خط مدفق داره آه جمله رو تا نخونه محصاد استاد گفتی خط مدفق از خط الان ما قطعا بهتره ولی نسبت به خط های دیگه سخت خواهد نه چیزه نه کن میگم چرا مزخرفه سال امتحان تو اینجور رو که از روش میخوندیم کاش فقط میخوندیم اینا رو دونه دونه کلمه ها رو اتیمولوژی هاشو باید در می آوردیم ریشش از کجا اومده ترکیب چی با چی هستش ایوه شد کار های دونه نیست ایوه بود کجا بعد مثلا ورب نامه
نه خب خیلی چیه ادورب بفر بعد احتمالا مثلا به شما میگفتن که اینو برید حضورش رو مثلا در بیارید که چیه شاید مثلا یه متنی بتونید دارن که تاریخ کس نخونده مثلا خدا بهم مزارشش رو در بیارید بکنم دیگه مثلا پی اچ دی این کارا رو میکنم من خیلی ساعتش خوندم مثلا جالامزگار رو احمد تفضلی کتاب دین کرده پنجمه که میخوندم تازه با استاد فرانسویشون خوندم استادشون یادم نیست اون مثلا بهشون گفته کی به کیه تازه مثلا اومدن رفتن کتاب چاپ کردن یعنی کار علیکی نیست کلن هر چیزی که از زبانشناسی ایران ما داریم اروپایی‌ها کار کردن تقریبا هیچ کدوم شما خودتون یه مثلا آلمانی پا می‌شده میومده میرفته تاکستان یه چرخ می‌زده یه مقاله می‌نوشت اومد مثلا یه تهران 20 دقیقه برو خود تاکستان یه چرخ بزن اون بعد از آلمان پاشو بیاد تاکستان مردم ایران چیزا ببین از کجا اینا چیز شده یعنی بعد از اینکه میگی که نابود شده چجوری دارد؟ خب یه سکرش رو کشف کردن دیگه دوباره و بلد بودن هنوز؟ نه دیگه شروع کردن رمزنگاری کردن خط نکو فارسی باستان رو که من قطعا میدونم رمزنگاریش کردن ولی این رو نمیدونم خط میخی ایران خب این هم همون جوری بوده؟ این رو نمیدونم که این رو کسی فکر نمیکنم کسی میدونسته این رو چون که مثلا هزار و خورده سال گذشته ازش دیگه ببین فقط منظورم اینه که کسی بلد بوده یه چیزایی ازش شده هزار سال مثلا یه سینه به سینه منتقل شده باشه فقط زبان اوستایی اونجوریه که الان یه تعداد آدمی هستن که اونم نه دقیقاً شبیه به اون زمان ولی زرتشتیه الان یه چیزی تو اون مایه ها صحبت میکنن چون کتاب گیرش نمیدیه که به اون زبان اون خط و زبانه اون باز خیلی چیز داره ولی اینا نه اکثراً خط اوستایی خیلی بهتر از اینه خط اوستایی قشنگ چیز دیگه آره قشنگ یک به یک بین واج رو نویسه در تناظر یک به یک است این نه این خیلی از اینه در دام مثلا خط اوستایی خوبی دیگه داره اینه که نمیشه به حرفا به هم خب این هم که حالا وحی منزل نیست که یکی بشینه درسته چونه دیگه چرا؟ زبانه دیگه چیز خطشو نه خب خطش کسی استفاده میکنه که بخواد درست کنه خطی که ما الان استفاده میکنیم یکی باید پاشه درست کنیم خط کتیبه هاست دیگه ما که نمیخواد عوض کنیم خط کتیبه ها اینه یه سری لاتینه نه اینه آها خط این خط نیست نه این خط نیست این برو بالا آره این آوا نویسیشه خط اینه این خط آها شبیه روسیه بذارم میتونم بخونم نه بابا این وری می نویسن انگار که برعکس دارن می نویسن نه تو چپ راست نوشتم راست به چپ راست به چپ فارسی باستم ولی چپ راست چی شده یه نکو اینو چون از آرامیان گرفتن یه چیزی که وجود داره خیلی جالبه سامیا همه دوست دارن راست به چپ نوشتن هندوروپایی ها دوست دارن چپ راست نوشتن الان مثلا یونانی ها برشن خط فنیقی خب از راست به چپ سامی بودن خط فنیقی رو برداشتن استفاده کردن بعد سامی ها دوست ندارن مصبت ها رو نیستن این اروپای دوست یونانی ها برداشتن هم این بریش کردن هم مصبت گذاشتن شد نقطه نداره اصلا داره یکی دوتا نه اون نقطه هم بعدا نزد کردن به تقلیل از خط عربی بخونیم نقا اون هست اولیه حضورش این کارنامه این که خب این آره من این طرفا رو برام می‌نویسم که ببینید که این خب این آره خیلی هم هست خب بعد این ره هست چست ره لعه هست خیلی خود فرماداش یکیش بندنش کوچیک بوده بود نه اون تو چیز بود توی اوستایی کوچیک بود تو اوستایی آخه داریم واقعا چیز آره تو اوستایی اصلا خیلی شکلی هست خیلی عروهه در آوردن بعد نه یه تو اوستایی دوباره یه دونه دو تا دندونی داریم که یه سه تا دندونی داریم که آره این سه تایی ها رو یه اینجوری هم کردن تشت این یه آی عجیبیه که حالا اون تو زمان تر بعد خط اوستایی رو از خط چیز پهلوی داشتن میفهمم کار خب
نه یه خط اینجوری. هم نه هست این. حالا خیلی بامزه است میام. کار نه بعد نه این یه آ اینجا هست. خب نه به حرف آ میچسبه. این چیه؟ این چیه؟ ببینید اینجا چیه؟ خب بعد اون ادامهش چیه که یه موسیقی آره الان اونم بیدیم این تا اینجاش خب بعد یه میم داریم میم این شکلیه چه جوری خب مثل میم عربیه نیسته بعد اینجوری این میم آها خب بعد میم چه دوباره که کارنامه خب بعد حالا یه خط دیگه تش هست حرف منفصل که تای کلم بیاد یه دونم علیکی میذارن درسته؟ این اه خوندن؟ آها اونو داره میگه آفه کردن اون خط صاف نیست که مؤخر ببین مثل آها. عربا هستن علیه بارده میخونن علیفشو نمیخونن آره یه همسی یکون حرف حرفی که به حرف بعدش نمیچسبه تای کلم باشه یه دونه از من میذارن خیلی با خب پت کارنامک کارنامک چی شده؟ نه این حضبارش بعدا میگم چی